ساخت آن دادن ای اینجا خیلی آتش هست برای مالوش اینجا هم نفره دیگه هم هست تیل در گرفته خود دو تا زغال و سنگ است بر دبر یام در گرفته امکان خاموش شدنش نیست دیگه جسد هایی که شهید هایی که مانده بود مکمل از او طریق انتقال دادن از ایسا امکانات نداشت این شمال از ایسا میزد طرف بغلان آه طرف بغلان دیگه از معلومات نداریم یک دانه موتر تانکر تیلر از طرف شمال با جنوب می آمد دمو یک صد متر داخل تونل شدود دمو صد مزدی داخل تونل و اثر اسبش تیلرش خطا خورد خداوند متعال هموطنان عزیز سلام خدا کنه که خوب و سعادتمند و سرحال باشین ما می لحظه به چوک جبل سراج ولسوالی ولایت پروان هستم میریم به طرف ولسوالی سالنگ جایی که شب گذشته یکی از موترهای تانکر تیل داخل تونل انفجار کرده و چندین انفجار دیگه پس از او صورت گرفته و راه هم اما تو که می بینین بسته است ما پیشتر صحبت کردیم چون ما به خاطر تهیه گزارش میریم فقط گفتن احتیاط را رعایت بکنین و برین احتیاط و آهسته و پیوسته حرکت بکنین و برین وضعیت بسیار خراب است میگن تقریبا 15 انفجار صورت گرفته چون وقتی که یک موتر تانکر تیل انفجار کرده پهلویش دیگه موترهایی هم که بوده صدمه دیده و انفجار کردن و تا جایی که فعلا آمار داریم وزارت فواید عامه بخصوص و در پالویش وزارت صحت عامه از دیشب به ایسو گفتن که آتش سوزی را مهار کردن امروز ساعت 8 بجه اما دوباره پس آتش ولور شده 16 نفر زخمی است و تا فعلا جان باخته نیست اما ای آمار هر لحظه تغییر میکنه هر لحظه در حال تغییر است قسمی که یکی از خبرهای دیگه هم گفته بود که او تا هنوز دقیق نیست گفته بودن که 9 نفر کشته شده و 30 نفر زخمی شده در حادثه ما هم تا آرام آرام حرکت میکنیم میریم به طرف سالنگ از نمیجا میبینیم که راه بند است و به هیچ موتر اجازه نمیتن جز به خبرنگاران که ما باشیم و بعضی از موترهای دیگه که به خاطر بررسی و به خاطر انتقال زخمی ها و کشته شده میرن به اونا اجازه میتن بعد دیگه کسی اجازه نمیتن بازار جبل سراج است و همونطور که میبینین ایج ازدحام زیاد است و موترهای هم که میاین موترهای مسافرینی که در این شهرها بند ماندن در همون قسمتی که انفجار صورت گرفته چون هوا بسیار سرد است سالنگ ما چندین برنامه داشتیم چندین سفر داشتیم شما میفهمید در سالنگ هوا به اندازه سرد است به او خاطر هم او طرف سالنگ یعنی سمت بغلان و هم این سمت سالنگ سمت پروان مسافرین در موترهایشان بند ماندن و تا جایی که امکان داشته نهادهای مربوط نهادهای زیرب برایشان کمک رسانی کردن ببین که ما تا آرام آرام قدم بزنیم برای شما صحبت هم بکنم و از این منطقه وقتی که میگذریم از جبل سراج وقتی که میگذریم میرسیم به منطقه تاجیکان و از تاجیکان و بعد گراری ها یا گالری های شهرهای سالنگ شروع میشه که از همونجا به اون طرف ما را گفتن که بسیار با احتیاط باید عبور بکنین به خاطر از اینکه هر لحظه امکان داره که یکی از تانکرهای دیگه انفجار بکنه و صدمه خدا نخواسته نبینین و چیز دیگه یمی که در کنار تلفات جانی و خسارات جانی این رویداد چندین موتر نو شخصی مردم همچنان در داخل تونل آتش گرفتن حریق شدن کاملا عکسایی که از تونل سالنگ بیرون شده تا این لحظه نشان میده که بسیار زیاد اوضاع داخل تونل سالنگ خراب است این موتر ماست و ما هم میریم بخیر به طرف سالنگ شما هم بیننده باشین جزئیات بیشتر را تا جایی که کسب بکنم تا جایی که پیدا بکنم برای شما در ادامه گزارش شریک میسازم
به منطقه اولنگ سالنگ رسیدیم و از این به او سو یگانه موترهایی که رفت آمد میکنن این موترها هستند. فقط موترهای آمبولانس و در پهلویش موترهای نظامی رنجر رفت آمد میکنن که دیگه به هیچ موتر نه خرد نه کلان شخصی اجازه نیست. و او دروازه را شاید شما در تصویر ببینید یا نبینید دروازه اولنگ است. ما پیشتر در اونجا بودیم، تقریبا نزدیک یک ساعت حتی بیشتر از یک ساعت اونجا منتظر بودیم. به خاطر صحبت همراه با رئیس صاحب حفظ مراقبت سالنگا به تماس شدیم، همراه با رئیس حفظ مراقبت سالنگای جنوبی به تماس شدیم. اونا گفتن که تا یک منطقه را به نام گالری 15 میگن، گفتن تا گالری 15 بیاین، بعد از او باز اونجا منتظر باشین ببینیم که چی میشه، اجازه بالاخره پیدا میکنین که برین پیش یا نمیرین. اما بعدا وقتی که ما تصمیم داشتیم که بریم به طرف گالری 15، دوباره پس مخابره کردن که نه خیر نی، از اولنگ به بالا هدایت والی صاحب امیر رقم است که هیچ کس اجازه نداره بالا بره. دیگه ما برای فعلا نمی اولنگ منتظر هستیم، حداقل شاید تا ساعت 7 بجه یا 7 شب، چون نال روزا کوتاست، 7 بجه شب گفته میشه، تا 7 شب منتظر می باشیم در اینمی اولنگ. کاکا از کجا آمدین؟ کجا می رفتین؟ قندوز می رفتیم. قندوز می رفتین؟ چقدر وقت میشه در اولنگ منتظر هستین؟ یعنی 2 روز شد قریب. 2 روز شد که در اولنگ است. اولنگ است. چرا در 2 روز پس کابل نرفتین؟ ما گفتیم را آواز میشه، امروز یا صبح این آواز نشد پس میریم. تا جایی که ما پرسان کردیم موضوع چندان مناسب نیست، فکر میکنم 4-5 روز دیگه هم شاید بسته باشه. را 5 روز که بسته باشه پس میریم بخیر. حالا میال حرکت از پس کابل میریم. حالا بخیر پس حرکت از میریم. خب کلتان قندوز میرفتین؟ من قندوز ولایت تخار میرم. شما تخار میرم؟ بله سیبا، ما از کابل تخار میرم، اما خدا خیر به تزمی کارمندای دولت ها. کوشش کنه که همین ملت بیچاره همینجا در بدر است، اون خنک است، تشنه هستن. باز خدا خیر به تایی اوتالیا را که نان داره، آو داره، یک چیزی کمک میکنه به ما. مگم کمک دولت هم میخواییم که امیره را باز کنه برای همین ملت که ملت به خانه و درش بروه. وقتی که کاری خداست، کاری وام نیست، این شده یک تصادف شده، انشاءالله خوب میشه. حالا که پس کابل میرین، ای کرای موترتان یا چطور میشه؟ ما کرای موترمون قطعی استاد موافقه کردیم، 700 روپا کرا داده، 400 روپا خودش میگره، پس 300 روپا را به ما میتن. خب چون وام تایی جا آمدن دیگر گناه از وام نیست. گناه وام نیست. خب بخیر باشین، سلامت باشین، برین سفر خوش. کابل فنس. کابل فنس تشکر شما. خوش میکنم، سلامت باشین. و نمیفهمم اینجا چی گپ است. خب هوا بی حد و بی اندازه، راستش بسیار سرد است هوا و یک موتر شخصی آمده، نمیفهم جنجال سر چی است. چی گپ پس ایجا چی گپ بود؟ خب دیگه بیاین که بریم کم بالاتر بریم. خب همونطور که براتان گفتم در اولنگ هستیم و تا هنوز معلوم نیست که وضعیت در اوجا چی رقم خواهد شد، به خاطر از اینکه ما در مسیر راک بودیم، گفته بودن که آتش سوزی مهار شده، سالنگ هم شاید تا چند ساعت دیگه باز شود. اما اینجا که آمدیم در اولنگ، وقتی رسیدیم اینجا مخابره را که شنیدیم، صحبت هایی که شد و رئیس سالنگ ها را کم روی صحبت کردیم، گفتن که وضعیت چندان نرمال نیست و اونجا یعنی چیزی که ما فکر میکنیم از او بیشتر وضعیت خراب است. به او خاطر دیگه تمام اینمی مسافرین اینمی جا منتظر هستند و پیشتر که من براتون گفتم که بر ما اوتل چیز نیست، به خاطر اینمی ازدهام است که این موترایی که اینجا استاد هستند تمامشان اینجا اتاق گرفتن، فامیلا هستند، موترای خرد، موترای کلان، موترای باروری که اینجا هستند تمام از یا به خاطر اتاق گرفتن، اتاقا تمامشان بند است. و از این منطقه وقتی که پایانتر بریم، از تاجگان وقتی که پایان بریم، طرف جبل سراج بریم، دیگه چک پوینت های زیاد شده، پس دوباره آمدن ما تا اینجا یک اندازه مشکل میشه. اما تو که براتون پیشتر گفتم فقط این موترهای آمبولانس هست و موترهای نظامی است که رفت آمد میکنه. دیگه موترهای شخصی را به هیچ عنوان اون از اون دروازه به بالا اجازه نمیده. یگانه راهی که بر ما مانده اینمی است که ما فقط اینمی جدمی اولنگ منتظر باشیم تا شب، ببینیم که شب وقتی که مقامات پس میان، والی صاحب اونجا رفته، قماندان امنی هم اونجا رفته، اونا که پس میان، بعد از او ببینیم بر ما اجازه خواد دادن یا نه. همراهشان با صحبت میکنیم. سلام علیکم.
از کجا آمدین شما جی صاحب؟ ما همینجا خانه ما همینجا هستم. خانه تو همینجا هست. چند روز میشه که موتر اینجا استاد هستن؟ دیروز شویسو. این تقریبا دو روز شده، امروز هم شو شد. دیروز شده، بله. دو روز شد که اینجا استاد هستن. بله. خب میگن خیر ببینین مردم اولنگ بسیار میگه مهمان نوازی کرد، حتی میگه خانه‌شون برای مسافرین یک تعداد دادن. بله دادن. از وضعیت خبر دارین چی گپ است؟ هست دیگه موترو در گرفته دیگه موی داخل تونن. از شما کسی اون طرف رفت آمد نداشته که براتون گفته باشه از والا؟ نه از ما نرفته از اون طرف ها. نه اون طرف نرفته؟ نه نه. خب خیر ببینین دکاندار کی هست؟ دکاندار خودت هست؟ این دکان از خودت هست؟ شب روز باز است دکان؟ شب روز باز است. اگه دیگه روزا نباشه دیم دو روز خوب باز بوده؟ نه نه ما دائم هستیم بخاطر اینکه موترا را عبور مرور زیاد میکنن، تیل راست هیچ چیز کاروبار شده غریبی ما. خب چی شنیدی از این دیروز به ایسو؟ از دیروز به ایسو خب خبر را پراگنده است، هر کس هر گپ میزنه. خب دقیقا که ما شنیدیم همه وطندارا کجا بودن، میگه که دو تا چیز تانکر تیل، نه تانکر تیل در گرفته، خود دو تا زغال سنگ است بردبر یام در گرفته، امکان خاموش شدنش نیست. هرچی که میگم آتش فشانی میره که یارا گل کنه نمیشه دیگه، همین شولوار شده میره که اونا بام ببینیم با چشم خود که دودش هم برآمده رئیس از تو نر. کجا از این موقعیت معلوم میشه؟ معلوم میشه. خو خو خو. این طرف ما بیا. خو. در کامرا خ معلوم نمیشه؟ نه اون دوست هستم. اون هستم. دیدیم. علی سنا هستی فکر نکنم تصویر معلوم شه، نه چون سفیدی است بسیار دود از کم معلوم میشه. خب میگن داخل تونل بسیار دود گرفته دیگه، پکا هم خاموش شده به خاطر انفجار. انفجار که کرد تخریب کرد لین و یه چیز پکارا تخریب کرد. اصلا می عکسای را که ما هم دیدیم بسیار هم تو تونل دود کرده بود، بخار کرده بود، بازم از اثر هم بخار زیافی مردم هم کشته. از دیروز به ایستو تقریبا چقدر این موترهای آمبولانس رفت آمد کردن؟ موتره امبالانس زیاد خود رفت آمد کردن، در حدود 100 تا 80 دانه رفته می تو رفتن آمدن. خیر ببینن خدمت میکنن دیگه. زنده باشین. همچنان. خیر ببینین. این وضعیت از این قرار است وطنداران عزیز، همونطور که براتون گفتم وضعیت نرمال نیست. از این موضوع زغال سنگ ما هم اونجا پیشتر که بودیم هم یک ساعت در حدود یک ساعت و 30 دقیقه که اونجا بودیم، تماس هایی که می گرفتیم، مخاوره هایی که می شد به خاطر آمدن ما در جریان بودیم که میگن در پهلوی تانکرهای تیل موترهای زغال سنگ آتش گرفته که او بسیار وضعیت خراب کرده، یک دود غلیظ هم این از اینجا معلوم میشه دود تونل سالنگ. اما فکر یک کوشش کو نمیشه؟ خب یک تصویر بر شما حتما میگیریم، کوش میکنیم تصویر بگیریم. از چه معلوم میشه دودش داخل تونل سالنگ؟ نه نه من دیدم، در تصویر منظورم بود، در تصویر دیگه. ما کوشش میکنیم که حداقل بتانیم خودمون را تا نزدیکی های اون حادثه برسانیم، اما یگانه راهی که بر ما فعلا مانده اینه که باید منتظر آمدن مقامات باشیم. تا شب منتظر می باشیم که اونا بیایند، مسیر را گیرشان بکنیم، صحبت بکنیم که ببینیم چی میگن دیگه. شما بیننده باشین ببینیم که چی خواهد شد. هموطنان عزیز، به دلیل از اینکه داخل موتر تاریک است تصویر ما را شما ندارین، اما ما حرکت کردیم از اولنگ. هماهنگی تا یک اندازه صورت گرفت، حالا به طرف منطقه هفتنور یا منطقه گالری 15 میگن، نزدیک محل آتش سوزی است که اونجا میریم. منتها
راه بسیار خراب است و نگفته نمانه که آتش بسیار زیاد است میگن در اونجا و نزدیک تونل شاید خود رسانده نتانیم. ما کوشش میکنیم بخاطر از اینکه یکی از نیروهای اطفایه که ما چند لحظه پیش همراهشان سر خوردیم اصرار کردیم که بیان مقابل تصویر صحبت بکنن، اما گفتن ما اجازه نداریم و یکی صحتشان خوب نبود، صحتشان هم به این دلیل خوب نبود، گفت که داخل تونل بی اندازه دود زیاد است، هوا فضا بسته است، پکای داخل تونل بر اثر انفجار خراب شده، پکام غیر فعال است، هم آتش است و هم دود است. گفت ما ساعت ما هم خوب نیست، غیر از او گفت اجازه هم نداریم دیگه. به او خاطر ما حرکت کردیم، ساعت هم نزدیکای 7 بجه است، میریم به خیر به طرف منطقه هفتنور و گالری 15 میگن، نزدیک همون محل حادثه است و موترا و اطفایه و همه چیز در همونجا میگن یک میدانی است توقف کردن. دیگه ما نمیفهمیم چیزایی است که تا فعلا شنیدیم، اما آمبولانس ها دار حرکت هستند. نمی چند ساعتی که ما منتظر بودیم، هر لحظه آمبولانس میگذشت، میگن که قربانی های رویداد به 9 نفر رسیده، کشته شده و زخمی ها به 30 نفر تا جایی که اطلاع داریم برای فعلا. دیگه تا اندازه ای که از توان ما باشه پیش میریم و برای شما گزارش میسازیم. یک چیز دیگه هم نگفته نمانه که بی اندازه آب و هوا سرد است و ما هم چند لحظه ای که چند ساعتی که در اونجا بودیم منتظر، ما را همچنان یخ زد، موتر ما را کمی یخ زد به دلیل اینکه موتر ما آنتیفریز نداشت. جستجو کردیم که آنتیفریز بخریم بندازیم، اما آنتیفریز هم پیدا نکردیم. دیگه به هر صورت با وصف تمام مشکلات کوشش ما به می است که خود ما را برسانیم. همین لحظه هم شما میبینید که موترهای باربری تمامش توقف داده شده و همینجا استاد هستن و براشان اجازه نیست که برن، اگر اجازه هم باشه راه نیست که برن، تونل مکمل بند است. دیگه شما بیننده گزارش باشین، گزارش ویژه ما از آتش سوزی داخل تونل سالنگ و موقعیت فعلی ما هم گذشته از اولنگ سالنگ نزدیکای تونل هستیم. درست در جای رسیدیم که محل آتش سوزی است و جایی است که دهن تونل سالنگ است. هوا بی اندازه سرد است و شما گزارش ویژه ما از آتش سوزی تونل را از کابل فنز بیننده هستین. جایی که من هستم تمامی موترهای اطفایه و نیروهای دیگه هستند که فعالیت میکنن، خداوند اینا را هم خیر بده، زحمت میکشن. از چی وقت است که اینا مصروف خاموش سازی آتش هستند و موترهای اطفایه و همگیشان و موترهایی که میان و میرن، ما هم تا جایی که بتونیم پیش بریم، هم احوال میگیریم هم پرسان میکنیم و ببینیم که وضعیت از چی قرار است. اینی هم تمام پرسنل اطفایه که در اینجا فعالیت میکنن، بین کمرای بعضیشون صحبت بکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم، مانده نباشین، خوب هستین، خیریتی هست انشاءالله، بخیر بخیر هستین. اول خواهش پیشتون یک تشکر بکنم به خاطر زحمت هایی که میکشین. وضعیت از چی قرار است؟ وضعیت این میاتو شدی داخل تونل دیگه هنوز هم خاموش نشده؟ خاموش شده، فعلا خاموش شده، دود است یک کمکی داخل تونل. دود است؟ بله. یعنی که رفتن داخل تونل امکان پذیر است یعنی؟ خب دود است، رفتنش یک درگه نمیشه، بعضی ها مسموم میشن و حساب بیوش میشن داخل نمیتونن رفته. فعلا خاموش شده، فعلا اجازه ورود نیست، دود است. دود است؟ بله. چقدر تلفات داشتن؟ موتر حریق شده بر شما معلوم است؟ تلفات دیگه فعلا نقطه تلفات به ما معلوم نیست. موترهای حریق شده چند دانه خواد باشن؟ یک 5-6 تا باشه. نه معلوم نیست، معلوم نیست فعلا دیگه تلفاتش معلوم نیست. شما از چه وقت شروع کردید روند خاموش سازی آتش؟ از 9 بجه دین شب بساب. از دیشب تا همین لحظه ادامه داره؟ بله. پرسنلتون رفت آمد داره؟ بله بله، ما داخل بودیم، از داخل این طرف اومدیم، دود ما را چیز کرد این طرف اومدیم، دیگه داخل رفتن نتونستیم، دیگه نفرایم داخل بود اونجا. اتو گفتم میتونین که تا فردا یا تا پس فردا این مسیر باز شه به مردم؟ بله ان شاء الله باز میشه. ان شاء الله باز میشه. ان شاء الله باز میشه. بله. یعنی که دودش برای دیگه کدام مشکلی نیست؟ برای خود موتر را که نجات انتقال بدیم، موترای سوختگی را که چت افتاده راه صاف میشه ان شاء الله. راه صاف میشه. بله. سلامت باشین، بخیر باشین. شما خوب هستین؟ خیریتی هست؟ فرض خدا. شما چی را دیدین با چشم خودتون؟ چه رقم حالت دیدین؟ والا حالتی را دیدیم که بیخی دلخراش دیگه با حساب. بسیار اطفای کابل بود، اطفای کاپیسا هست، از خود پروان است دیگه، کنموش کار کداره بیدن دفتن
مسموم می شدن، عاجل امبولانس ها می آمد می بردشان هم دیگه. این یک گپا را دیده می شدن. یعنی امی پرسنل یک اونجا کار میکردن، امی پرسنل خودشان مسموم میشدن؟ ها مسموم ها میشدن، ها یا مسموم میشدن. شما ندیدین زخمی ها و کشته شده را به چشم خود ندیدین؟ یک چند تا شهید ها را دیدیم، دیگه باقی ماندش دیگه معلوم نیست کشیدن. یک چند تا را کشیدن، دیگه باقی ماندش دو دست معلوم نیست که دیگه هست یا نه، او را گفته نمیتونیم دیگه. گاهی هست یا نه. چند موتر از اطفایه فعالیت میکنند از دیشب بایست؟ موتر اطفایه از پروان هم هست، از کاپیسا هم هست، از خود ریاست اطفایه کابل هست، از استیشن هایش هست، زیاف هست دیگه. از شاید یک 20-25 تا 30 تا باشه فعالیت داریم. حالا اگر ما بخوایم داخل تونل بریم، تا کدام قسمت میتونیم که پیش بریم؟ جایی که صاف هست رفته میتونه، از این باستانش دود هست. دود هست که دود مسموم نکنه با در وقت کی گفته بتانه چی که مسموم شوی با کسی هم نیست در اوجه فعلا کل ما برامدیم فعلا عریق خاموش و کمال هیچ عریق نمانده دیگه دود خرابی کرد ما برامدیم. امیال هم اینه دود هست، امیال هم دود، این گرد غبار، این کلش خاکسترهای هست که از اون آتش از اون تونل بیرون میشه. ما کوشش میکنیم تا یک اندازه پیش بریم. دیگه پرسنل هم پیش از داخل تونل هستن؟ آن داخل و آن در بجا رو همینجا رکن شان دادم. خب دونم ایسه پرسنل ماست این میال فعلا تا اون قسمت کوشش میکنیم. خدا برسم سایسته سلامت باشین، بخیر باشین، خیر ببینین دوستا. اینا هوا هم بسیار سرد است، یا هم در هوای سرد هستن و هم این که کار میکنه سالنگ از گفته شما هوا سرد است. این موترهایتان تا صبح روشن میباشه بخاطر که یخ نزنده؟ چرا تا که تیل داشته باشیم روشن هست دیگه. باز اکمالات میشین میرسه بخاطر بزرگ امارات اسلامی در خدمت ماست. خب یعنی اگه این رقم روشن باشه تیل خلاص میشه باز یخ میزنه؟ توکل به خدا شاید دیگه بیار امر سایه برمیاد امکان ما میکنه. یا خیر باشه، ما متو میریم پیش از پرسنل دیگه تان که داخل تونل هستن تا موقعیت تا اونجا گوش میکنیم خودمون رو برسونیم. میشه مشکل نیست، سوال بری بخیر بری. بخیر باشین، بیاین خیبریم. اینجا از دوج از رئیس سایه بوز مراقبت سالنگا هستن یا رفتن اموج هستن؟ خب پس بیاین که بریم اموج خودمون رو برسونیم و ببینیم که وضعیت از چی قرار است. شما گزارش ویژه ما رو بیننده هستین و ما در این وقت شب هوای سرد کوشش میکنیم که تازه ترین موضوعات از این حادثه سالنگ براتون تصویر بسازیم و شما رو در جریان بونیم. بیننده باشین. وطندارای عزیز، داخل تونل سالنگ هستیم. همین لحظه ساعت 7 و چند دقیقه است. تمام نیروهای اطفایه در اینجا هستن و تا به اینجا بسیار دود است. سلام علیکم، کستان مسموم نشدین داخل؟ اموجا شده پرسان که مسئول ما هستن. هستن، خب. و مانده نباشین، سلام علیکم، خوب هستین؟ چی حال دارین؟ وضعیت از چی قرار است؟ باز فضل خدا گپی خوب خطی عمری نماینه این چیزه گفتن از طرف تونل همینچی شمالی از اون طرف قوایی که کار است امرای اطفای از اون طرف پاکاری که در آیستان در موسطه که موترها عریق شده بود یک ساعت پیش که تماس گرفتیم تلفن ها آنتن میداد در اون موقعیت رسیده بودن. فعلا دیگه ارتباط نداریم، بوجا آنتن نمیده تلفن ها. گفتن که از پرسنل شما بسیار مردم مسموم شدند، امیال هم دود است. نه چطور بود مسموم؟ بازی جا امبولانس ها بود، سیار بود، مشکل حل شده رفت. انتقال دادن؟ انتقال دادن از امی قوه کار که بود، از این مردم ها زیاد مسموم شده بود که انفجار میکرد بعد از او باز امی کلش به می مشکل ایجاد کمبود اکسیژن میشد. بازی جان بلانس ها بود، مشکلش را حل کرد. فعلا آتش مکمل خاموش مکمل خاموش است، خاموش است. اما دود دود بسیار دود است، چون اواکشا قیچ اواکشا برقش قطع شده کار نمیکنه، دود است. تا که از طرف شمال دود ای طرف آورده میره، شاید یک ساعت بعد دود بیخی مکمل گم شود. حالا ما تا کدام قسمت میتونیم پیش بریم؟ میخوایم بریم خود ما رو پیش رئیس صاحب سالنگا برسونیم. چیزه رئیس صاحب سالنگا در موقعیت پیش بره یک بریدگی است.
اموجا پوسته است، مرکزیت است، اموجا برتباط بگیره بعد از او باز پیش بره، پیش نره. دست راست اگر پیش بریم چی مشکل است؟ کدام خطر است؟ نه دود است، دود است، اکسیژن قطع میشه به خاطر که حالت تنفسی نداره، مشکل برتان ایجاد میشه. این خود ما در عملیات میرفتیم مکمل بالونای اکسیژن بود، بدون اکسیژن هیچ امکان نداشت. درست است، تشکر. اگر پیش میره دود سعی میکنه دود پیش است اموجا دود است تا اموجا اگر رفته میتونه خیلی راست تا اوجا علی موتر میره تا اون قسمت تا مو قسمت های دود میره بعد از دود نفر اوسو بند مونده نفر اوسو بند مونده قماندان خود ما زک دم اوسو بند موندن اموجا مون اون طرف دود است دمین داخل چیز است امی بریدگی که تونل جواز است اینجا یک مرکزیت است ها امیجا شما برای کل مشکل تان حل میشه و راهنمایی تان میکنه یک چیز دیگر به ما بگوین امی زخمی ها و کشته شده انتقال داده شدن کلشان یعنی انتقال داده شد چند نفر بوده در حدود چند نفر بوده در حدود 12 نفر امی شهیدا بود ها که انتقال دادن به این طرف دیگه 18 نفر زخمی را که شب انتقال دادن دیگه جسد ها که شهیدایی که مانده بود مکمل از اون طریق انتقال دادن از این امکانات نداشت چون شمال از اون میزد طرف بغلان آه طرف بغلان دیگه از اون معلومات نداریم که چقدر تلفات بود موترا زیاد گیر مانده بود از دو طرف کار روان است از دو طرف کار روان است در گد عریق خاموش کده میریم عریق هست دود هم هست عریق هم هست کمی عریق هم داره که دود میکنه از دو طرف موسره کده نیاره که موسره کده در گد کار ما روان است گل کده میریم تشکر سلامت باشین زنده باشین بیخی سعیست خب بیاین که خیب با هم یک جای بریم موتر ما هم دور است خب از شبکه جهانی کابل فنز خب وضعیت چی رقم است؟ سلام بر شما و تمام بیننده های عزیز طبق شما در جریان هستین یک حادثه خطرناک که داخل تونل سالنگ شده بود الحمدلله اطفایه به وقت زمانش رسید اطفایه کابل ریاست عمومی رسایی به حوادث و اطفایه پروان کاپیسا و ولایت های سمت شمال اکنون وضعیت خوب است تحت کنترل است انشاءالله مشکلی نیست تو اطمینان داده میتونین که فردا چند بجه ایرا واز خواهد شد بر رفت آمد از باز شدن ایرا ما اطمینان داده نمیتونیم به خاطر از این کار جریان داره و همی فعلا هم کارگرها داخل تونل هستن کار میکن انشاءالله به زودی راواز میشه بسیار خوب بسیار زیاد تشکر سلامت باشین فکر میکنم استاد نصیر متوجه نشد دیگه اون موتر ما بیایم ما حرکت میکنیم میریم تا اون جایی که بتونیم خود پیش ببریم بعد از او با شما بیننده باشین و تعقیب بکنین گزارش ویژه ما از وضعیت داخل تونل است امی لحظه اینا عادت کردن اما امی لحظه بوی دود و بارود به دماغای ما هست و کمی که نفس ما گرفته بیننده باشین میریم بخیر پیش میریم وطندار عزیز به دروازه اول تونل رسیدیم قسمی که میبینین بی حد و بی اندازه دود و بارود زیاد است و از این به اوسو پیش رفتن امکان نداره فکر کنم که پیش بریم و دود بسیار زیاد است پرسنل کمیجه هستن همراه با رئیس حفظ مراقبت سالنگا همراه با وزیر صاحب فواید آمک در اونجا هستن کوشش میکنیم پیشونا هم بریم نظر و دیدگاه نوار هم داشته باشیم اما یک چیزی که قابل یادآوری است امی است که تمام مسئولین و نهادهای زیربط که در این حادثه دخیل هستند به خاطر پاکاری یا مهار آتش تمامشان از دیشب که زحمت میکشن تا همین لحظه دمی دود دمی بارود دمی وضعیت اینا زحمت میکشن و واقعا این جای قدر است که از اینا باید قدردانی شوه به خاطر زحمتایی که میکشن خب شما فعلا از کدام ارگان هستین ما از حفظ مراقبت سالنگا هستیم ای موتر انترنشنال اوپاش هست بخاطر این خاکباد دود داخل گلوری رو اوپاشی میکردیم باست آمد اینکه دور بخوریم که شما سر خوردیم از پرسنل شما کسی مسموم نشده در دود؟ نه فضل خدا تا فعلا نه اول اگه ما پیش بریم حتما مسمومیت به ما پیش امکان نداره چه امکان نداره داخل تونل نفرای ما پرسنل ما دولت کار هستن دیگه انشاءالله کوشش دارن زنده باشین خیلی یک چیزه بگوین که امی حادثه چی رقم اتفاق افتاد چی شد
دیش امیشه بگیرد شد ساعت 8:30 بجه یک دانه موتر تانکر تیلر از طرف شمال با جنوب می آمد دمو 100 متر داخل تونل شد دمو 100 متری داخل تونل و اثر اسبش تیلرش خطا خورده است دمو فلال اگه خطا می خوره دیگه باز اثر اسبش که خطا می خوره باز اونجا آتش می گیره آتش که می گیره باز اسبش هم آوردیم اونجا استاد هستن دیگه باست همون دمون فلار دیگه باست در میگیره دیگه نال معلوم نیست که چقدر موتر است چقدر تلفات است دیگه گفته بودن که موترهای زغال سنگ هم آتش گرفته شاید آه. شما او طرف نتانستین نه چمکان نداره دیگه پرسونن ما داخل تونل کار دارن از او طرف موترهای اتفایی هم هستن این طرف هم به خود دام معلوم است که جستاد هستن خود رئیس های به حفظ مراقبت سالنگام و می لحظه یعنی نیم ساعت پیش از این داخل او دروازه دیگه بود که اینجا بسیار دود و منیار و غبار آمد باز هیچ امکان موتر آمدن نبود باز با او بغل گلوری ما رد شدیم باز موترهای ما داخل گلوری ماندو تمال یک آمدیم که آره بکشیم ببرین در موقع سلامت باشین خیر ببینین بخیر باشین ما میریم پیش رئیس صاحب حفظ مراقبت و همچون وزیر فواید عام هم هستند تا اونا هم هستن البته پیش از رفتن باید یک هماهنگی بکنیم که اونا مایل هستن صحبت بکنن امرای ما یا نه شما بیننده باشین کوشش میکنیم که نظر دیدگاه از اونا را همچنان داشته باشیم تشکر هموطنان عزیز آخرین جزئیات از آتش سوزی که داخل تونل سالنگ بود موتر تانکر بوده شما بهتر میفهمید موترهای تیلر یک چیز دارن به نام اسپک امو آمیانیش که بارش سر از او وصل میشه این تانکر امو از امو اسپک خطا خورده حریق شده داخل تونل دین شو ساعتهای 8 بجه بعد از در کنارش موترهای زغال سنگ هم آتش گرفته تلفات هم داشته 12 نفر تا جای تامیل لحظه 12 نفر کشته داشته در حدود 30 چند نفر زخمی داشته و شما دیدین که ما از کجا شروع کردیم تا آخرین منطقه تا جایی که امکان داشت رفتیم و آتش کاملا خاموش شده آمادگی ها برای ازی گرفته میشه که دیگه امشب تمام تونل پاکسازی شوه و راه بر فردا بر تمام موترها دیگه باز شوه و موترها بتانند که عبور و مرور بکنند خیلی منتظر رئیس حفظ و مراقبت سالنگا و وزیر صاحب فواید عامه بودیم در سایتی که پشت سر ما شما میبینید در اون سایت منتظرشان بودیم اما اونا گفتن که فعلا نمیتونیم صحبت بکنیم جلسهشان جریان داشت جلسهشان هم روی همی بود که امشب باید کار تمام بکنن هر چیز زودتر که بتونن مشکل مردم زودتر حل شوه دیگه شما را به خیر و ما را به سلامت زنده و سلامت باشین امی لحظه هم ساعت 8:10 دقیقه است 8:10 شب است ما در سالنگ هستم هوا به نهایت سرد بسیار سرد است کوشش کردیم که جزئی ترین یعنی هر معلوماتی که در ارتباط به این حادثه تونل سالنگ بود براتون به تصویر بکشیم و براتون بگوییم حالا هم دوباره میریم به طرف کابل به خیر برسیم شما هم گزارش دیدین تشکر از شما همچنان زنده و سلامت باشین کامنت هم بانین نظر هم بتین و ویدیو رو همچنان لایک هم بکنین با امید از اینکه بتونیم در روزهای آینده هم گزارش های ویژه و گزارش هایی که موضوعات مهم باشه براتون تهیه بکنیم خداوند یار نگهدارتون